سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 29. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، من یکی دو تا روایت درباره شب عید فطر و روز عید فطر براتون بخونم که با توجه بیشتر این شب و روز رو پشت سر بگذارید. بعد یه خلاصه بسیار خلاصه از گوشه ای از بحث بگم، یکی دو سه تا اقدام عملی هم بگم که تمام این 30 شب ما منتظر بودیم به این جور بحث ها برسیم که چه باید کرد. ظاهرا دیگه قسمت نبود، بحث تا الان طول کشید، میمونه برای جمعه شب ها. اون چند تا روایتی که میخوام خدمتتون تقدیم کنم درباره عید فطر، خیلی روشن در روایات میفرمان که از امام صادق علیه السلام پرسیدن ما مردم میگن شب قدر خداوند متعال بیشترین بخشش و احسان خودشو داره. حضرت فرمودن نه، شب قدر نیست، شب عید فطره. کارگر وقتی کارش تموم بشه مزدشو میدن، لذا بیشترین مغفرت و لحظه مزد دادن با اینکه شب قدر خیلی شب پرفضیلتیه، ولی چون ماه رمضان تمام میشه، این لحظه پایان ماه مبارک رمضان خیلی لحظه مبارکه. از غروب امشب و فردا صبح و سحر بالاخره آسمان نور بارانه. شب قدر مقدرات رو تعیین میکنن، قرآن نازل شده، یه عمل در شب قدر به اندازه 1000 ماه چون شب ارزش داره اینقدر ارزش پیدا میکنه، ولی مزد و مغفرت مال شب عید فطره. هزاران نفر رو در دهه اول ماه مبارک رمضان میبخشن، هزاران نفر رو شب اول، دهه اول، دهه دوم و تا شبهای قدر. فرمودن شب عید فطر به اندازه کل ماه مبارک رمضان مورد عفو قرار میگیرن بندگان خداوند متعال. دیگه حالا عبارات زیبا در این زمینه خیلی زیاد هست. سفارش شده شب عید فطر به شب زنده‌داری و عبادت. میدونید اگر 4 تا شب سفارش شده باشه یا حتی 3 تا شب به شب زنده داری، از شبهای قدر شب مورد تأکید بیشتر 23مه، شب نیمه شعبانه و شب عید فطر. بگیم 4 تا میشه شب اول ماه رجب. اینم شما در جریان باشید. بعد در روایات عبارات دیگری هم هست که می‌فرماید پیامبر گرامی اسلام من احیا لیلة العید لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که این شب رو احیا بداره، زنده بداره، اون لحظه های بحرانی که دلها میمیرن دل او نخواهد مرد. و نکات بسیار فراوانی که بگذارید من بگذرم. انشالله خداوند متعال در این شب ما رو مورد عفو و عنایت خاصه خودش قرار بده. اما درباره بحثمون باید یک گزارشی از گذشته بحث خدمت دوستان بدیم که این گزارش رو متناسب با روایات امشب میخوام خدمت شما عرض کنم. ما گفتیم خداوند متعال بیرو درواسی فرموده است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. تعارف نداره خدا، نعمتاش هم لابلای رنج هاست،
آسودگی هاش هم لابلای رنج هاست. ان مع العسر یسرا، با سختی آسونی هم هست. اینکه حالا گاهی ممکنه سختی هم پیش بیاد، اینا خیالات خام، القاعات ابلیس، عوام زدگیه، نادانی آدم اینجوری به زندگی نگاه بکنه. فیلم و سریال ها هم اگر یه عده‌ای رو خوشبخت مطلق نشون میده، شما مطمئن باشید دروغه. آدم ظاهر زندگی خیلی ها رو ممکن نگاه کنه، فکر کنه اینا درد و بلا و بدبختی و بیچارگی و رنج ندارن. نه، دارن همه. پس انسان با رنج زندگی میکنه. انکار رنج احمقانه است. فرار کردن از رنج احمقانه است. زیاد کردن رنج احمقانه است. تسلیم شدن به رنج اونم احمقانه است. آدم باید رنج رو تو زندگی خودش مدیریت کنه. چرا رنج پیش اومد در زندگی انسان؟ برای اینکه انسان نه فرشته است نه حیوانه، برای این داره رنج میکشه. بنا شد خوبی رو به دست بیاره. حیوان لازم نیست خوبی به دست بیاره، فرشته برای خوب بودن زحمت نمیکشه. زحمت یعنی چی؟ سختی یعنی چی؟ رنج یعنی چی؟ یعنی یه چیزی دوست داری؟ نداری. یه چیزی دوست داری؟ یه چیزی رو دوست داری؟ نداری؟ یه چیزی رو دوست داری؟ داری؟ نباید دست بزنی؟ این خود رنج داره. یه چیزی رو دوست نداری؟ محکم تو مغز سرت میخوره؟ دوست نداری؟ داری؟ دوست داری؟ نداری؟ رنج یعنی این. پس رنج ریشش در دوستیه، دوست داشتنه. یک کسی دوست نداشته باشه یه چیزی رو رنج نمیبره که. انسان اصل وجودش در دوست داشتنی هاش خلاصه میشه. اینا رو از شب اول داریم یه خط میایم جلو ها، ببینم چقدر میتونیم سریع این تیکه رو بگذرونیم. رنج رو باید مردونه بپذیری. انشالله یه روزی میشه دیگه هیچ مشکلی نداشته باشم. این سخن احمقانه یه. امیرالمؤمنین فرمود ای جوانی که به آرزوهایت نخواهی رسید. مثلا میفرماید که از سلامتی بیماری متولد میشود، بدن سالم بیمار میشود. مواظب باش، اصلا بیماری مال آدم سالمه. این چه تعبیراتی دارن؟ چند تا روایت ما اینجوری داشته باشیم خوبه که ماها از ترس خودمون این روایت رو قایم میکنیم. اکو حالا بله مکن تو رو خدا، حالا سلامتی فلان، برو جلو دیگه، اصلا مال شماست. نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جوانان رو یه شب مفصل براتون مفصل که نه، سه چهار تا کلمه شو اشاره کردیم. پس رنج هست، رنج رو میپذیری. منتها رنج فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که تو انسانی. انسان تا خلاف دوست داشتنی هاش قدم بر نداره، به هویت انسانی خودش نزدیک نشده. در فلسفه خلقت انسان مخالفت با دوست داشتنی ها قرار دارد، نه در فلسفه خلقت انسان، در هدف خلقت انسان فقط، بلکه در خلقت انسان مبارزه با دوست داشتنی ها وجود داره. نه اینکه شما آفریده شدید تا با بعضی از دوست داشتنی ها مخالفت کنی و رشد کنی. اینکه یه بخش ماجراست. اصلا شما میخوای بی خیال هدف شو، باشه، راحت باش، چون انسانی مجبوری مبارزه با هوای نفس کنی، با دوست داشتنیات مبارزه کنی. چرا؟ چون خدا در وجود تو چند جور دوست داشتنی گذاشته. حتی دوست داشتنی های دنیایی خودتو، یکیشو که به سمتش بری اون یکیشو باید رنجشو بکشی، بی خیالش بشی. میخواد بره شهرآورد قرمزآبی شرکت کنه، شب میاد کنار ورزشگاه آزادی رو کارتون میخوابه. نمیشه دیگه، تو میخوای بری جو؟ این دنیا اینه دیگه. یه کمی کیف کن، موسیقی گوش بده، خب بعد رنج ضربه خوردن حافظه تحمل کن، برو زیر دست آدم با سوادی که کمتر از تو دنبال یللی تللی بوده. حالا این هم دیگه هست دیگه.
پس رنج در زندگی انسان هست، انکارش نکنیم، رنج رو مدیریت کنیم، تسلیمش هم نمیخوایم بشیم، رنج رو کاهش میدیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم از بینش ببریم. خوب مفید ترین زجر رو و رنج رو بکشیم. رنج یعنی چی؟ یعنی مخالفت با دوست داشتنی های من. رنج برای چی؟ برای این که من انسانم. آقا من نمیخوام نگاه کنم که انسانم، باشه برو، ولی بازم باید رنج بکشی. یا ایها الانسان انک کادح، تو سعی توأم با زجر میکشی در طول زندگیت. تسلیم آقا، آقا حله. یه دهه ما سر این موضوع از جوانب مختلف صحبت کردیم، بریم تو دهه دوم، نه بریم سریع سر بحث. پس فلسفه خلقت انسان این شد که انسان برای رشد یافتن به وسیله رنج آفریده شده است. دو، انسان بدون فلسفه و هدف ساختار وجودیش به گونه ایست که باید زجر بکشد، چون چند جور خواسته داره، هیچ کارشو میشه کرد. سه، انسان در حیاتی به سر میبرد، در دنیا، در بستر، در زندگی به سر میبرد که این زندگی هم با آدم سر ناسازگاری دارد. محال شما زندگی کنید تو مسیر زندگیتون با افرادی مواجه نشید که در اثر سوء تفاهم به شما بدی نکنن. میفرماد هر مدیری، حالا این روایت رو میگن نخونده بودم، که هر مدیری زیر دستش حتما اذیتش میکنن. شاید هم گفته بودم، نمیدونم. گفته بودم آره. مؤمن یا همسرش اذیتش میکنه، یا همسایه‌اش اذیتش میکنه، یا رهگذر یا کنارش رد میشه اذیتش میکنه. دنیا رو خدا اینجوری طراحی کرده. پس دنیای تو به تو زجر میدهد قطعا. در وجود تو خود به خود یه زجرهایی تعبیه شده. میخوای به طرف خدا بری، میخوای نری. اون دیگه میل خودته. شما باید چیکار کنی؟ بیای این زجرها رو مدیریت کنی، بهترین بهره برداری رو بکنی، مقدارش رو کاهش بدی و هدفی که برای این زجرها هست رو محقق کنی. خسارت دنیا و آخره که نباید بشه آدم. من زجر رو میکشم، بعد اونورم هیچی، اینکه ضایعه. از اینجا اومدیم گفتیم که خود ما در مقام مدیریت زجر باید چیکار کنیم؟ برنامه ریزی کنیم برای مبارزه با هوای، یه بار با هم بلند بگیم، مبارزه با هوای، برنامه ریزی برای مبارزه با هوای نفس از اول تا آخر عمر مسیر زندگی انسانه و تنها مسیر زندگی انسانه. بقیه چیزا یا مقدم است یا لازم است یا نتیجه است یا نمیدونم اجزائشه یا ارکانشه یا چیزای دیگه. ایمان کجاست؟ ایمان به تو میگه تو برای چی مبارزه با هوای نفس کن. ایمان نداشته باشی بازم باید مبارزه با هوای نفس کنی. چی فکر کردی؟ ایمان به تو انگیزه مبارزه با هوای نفس میده. ایمان نداشتی خب منفعلانه مبارزه با هوای نفس خواهی کرد. مثلا کسی ایمان نداره، چشم چرونی میکنه، خب این آقا ایمان نداره، چشم چرونی میکنه، راحت کرده خودشو دیگه، برو راحت باش، مبارزه با هوای نفس نمیکنه. نکنه چند وقت دیگه به نوامیسش که نگاه کردن، تعدی کردن، اون وقت باید مبارزه با هوای نفس بکنه. نه راه پیش داره نه راه پس، خودخوری بکنه. خب تو باید یه جایی خودخوری میکردی، یا اونجا یا اینجا. ایمان داری یا نداری؟ به ما چه ایمان داری یا نداری؟ ما ایمان تو چیکار داری؟ زندگی انسان طراحی شده برای مبارزه با هوای نفس. یا اینجا مبارزه میکنی یا اونجا. خب پس مبارزه با هوای نفس شد ماهیت عملیات ما برای مدیریت زجر. اومدیم جلوتر گفتیم حالا آقا ما تسلیم، ما دهه دوم رسیدیم به این که باید مبارزه با هوای نفس کنیم، باید مدیریت کنیم زجر رو، مدیریت کنیم رنج رو. بعد گفتیم که خب حالا اگر جناب عالی شازده بخوای به میل خودت، به تشخیص خودت مدیریت کنی مبارزه با هوای نفس خودت رو، این دوباره میشه همون هوای نفس.
نفست گفته مبارزه کن با هوای نفس، اینجا رسیدیم به مفهوم فوق العاده مهم عبودیت. خدا میاد وسط میفرماد ببین بخوای نفستو بزنی مدیریت کنی با هوای نفست، باید یک کس دیگه به دستور بده. لذا خدا لطف کرد پیغمبراشو فرستاد، فرمود دستورا با من. در این باره بحث کردیم، اگر خودت به میل خودت مبارزه با هوای نفس بکنی، نفست گنده تر میشه. میدونی دو قرط و نیمت باقی میشه. هر سختی، هر مبارزه با دوست داشتنی آدم رو به اوج پاکی نمیرسونه. گفتیم که یکی دیگه باید مدیریت کنه. قبل از این هم یه چیز دیگه گفتیم. گفتیم که تو مبارزه با هوای نفس میکنی، این انانیت نفس و کبریایی نفس رو میگیری که نفس میخواد بره ملاقات خدا کنه. نفس بخواد ملاقات خدا بکنه، نفس تکبر نباید داشته باشه. در بسیاری از صفات ما باید شبیه خدا باشیم، عین خدا مهربون باشیم. عین خدا که نمیشه، یک کمی شبیهش باشیم. عین خدا دست بده داشته باشیم، عین خدا بخشنده باشیم، عین خدا ستارالعیوب باشیم. عین خدا که نه، یک کمی مثل خدا. ولی در ارتباط با کبریایی خدا باید دقیقا برعکس باشیم تا این اتصال برقرار بشه. مثل پیچ و مهره، ما از خودمون فروتنی نشون میدیم، خدا از خودش کبریایی، تا این دوتا به هم دیگه بچسبن. ما دوست داریم بزرگ باشیم. دوست داری بزرگ باشی، پاسخی نداره جز اتصال به بزرگ. دوست داری بزرگ باشی، بزرگی کنی میشی متکبر، بوی بهشت هم مشامت نمیرسه. دوست داری مهربون باشی، مهربون باشی. دوست داری بخشنده باشی، بخشنده باشی. دوست داری بزرگ بشی، این پاسخش چیه؟ برو به چسب به یه بزرگ. بعد او مثل قطره‌ای که به دریا متصل شدی، او تو رو بزرگ میکنه. امام میشه بزرگ، ولی تمام لحظه های عمرش کوچیک شدن در خونه خداست. مبارزه با هوای نفس هدفش چیه؟ اولش گفتیم خوب بودن، رشد همه استعدادها، تعادل روحی، تعادل فکری. دیدید اون فوایدشو گفتیم، تو دنیا هم فایده داره. هدف عالی ترش چیه؟ استعداد برای لقاء الله. خب مبارزه با هوای نفس، پس من از فردا شروع کنم مبارزه با هوای نفس. من بازم گفتیم من میروم این کار رو میکنم. این گردن منو بناس بشکنیم. به میل خودت مبارزه با هوای نفس کنی، به میل خودت با میل خودت مبارزه کنی، بازم که به میل خودت رفتار کردی. مثل آدم های قد دیدی چجوری هم؟ من میخوام اینجوری بشه، منت گنده میشه من بزنی. لذا اینجوری شد که خدا لطف کرد، اومد گفت من دستور میدم در گوشی یه حرفی بزنم بهتون. به من نگی خب اینو چرا تو بحث نگفتی. آقا خیلی حرفا رو ما تو بحث نگفتیم. دوستان من، خیلی از این کارهای خوبی که شما میکنید، خدا نبود بازم شما تشخیص میدادید کار خوبیه باید انجام بدید، درسته یا نه؟ بگو بله. پس چرا خدا دستور داده؟ بیچاره میخوام من دستور داده باشم که تو منت گنده نشه. و الا بله. آه خدا نباشه شما صدقه نمیدی، پول اضافی تو به فقیر نمیدی. بگو بله. خب آفرین. پس چرا خدای تو دستور دادی؟ خواستم بابا آدم شی. بگو خدا به دستور تو. این نفس باید توسط یک کس دیگه مبارزه با هوای نفس مدیریت بشه. این رسیدیم به مفهوم عبودیت. لقاء الله کجای مبارزه با هوای نفس اومد؟ هدف شد. عبودیت کجا اومد؟ مدیریت مبارزه با هوای نفس. تا رفتیم گفتیم خدای چشم تو دستور بده، موضوع بسیار فرخنده و مبارک بعدی پیش اومد. اون چی بود؟ ولایت. خدا من خوالا من همه رو خودم دستور نمیدم، میخوام ببینم تو حسابی حرف گوش کنی یا نه. رسول من تو دستور بده. من زورم میاد بابا، اون یه آدمی مثل من. خب من خاک بر سر این من. چند بار میگی من اتفاقا برای اینکه نفست ذلیل بشه
گل سرسبد عالم رو گذاشتم به دستور بده. ابلیس گفت من خدا با تو مستقیم کار میکنم. خدا فرمود گم شو. ولی اولیاء حضرت آدم اشتباه کرد، خدا بخشیدش. چرا؟ چون تواضع داشت. گناه کرد، خدا بهش فرمود توبت رو به شرطی میپذیرم که ریاست و ولایت پیامبر اکرم رو قبول کنی و اهل بیت رو. گم می من نوکرشونم. بابا چقدر تو بچه متواضعی هستی. قبول کرد. حدیثش رو یادتون خوندم. چرا گناه حضرت آدم بخشیده شد، گناه ابلیس بخشیده؟ چون اون تکبر کرد به ولی خدا. حضرت آدم تکبر نکرد، نزد ولی خدا. مدیریت هوای نفس، تعبد اولی مفهومش بود، دومی مفهوم در جریان مدیریت مبارزه با هوای نفس چی شد؟ ولایت شد. بعد اومدیم جلوتر، از چی صحبت کردیم؟ برنامه. برنامه مبارزه با هوای نفس که میشه دستورات خدا، اسمش میشه چی؟ تقوا. آفرین. بعد اومدیم جلوتر، گفتیم عقل کجاست؟ عقل یعنی این که میل بهتر که پنهانتره بر میل کمتر که آشکارتره غلبه بدی. عقل وسیله غلبه دادن امیال عمیق‌تر و بهتر بر امیال سطحی‌تر و کمتر و بی‌ارزش‌تره. اینم عقل. عشق کجا بود؟ گفتیم آهان کدوم عشق؟ عشق یه عشق داریم، یه دوست داشتن داریم که میخواد همه چیو تصاحب کنه، یه دوست داشتن داریم که میخواد تصاحب بشه. چقدر فرق هست بین عشق دوم، عشق خلاف هوای نفسه، عشق اول عشق مطابق با هوای نفسه. شما به امام حسین علاقه دارید، شما میخواید غلام امام حسین بشی. میگی گر از درت برانی، ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو نداره. پس تو چه عاشقی هستی؟ معشوق به تو نگاه نمی کنه. میگه ابی نداره، معشوق آزاده، من نوکرشم. ببین تو این عشقیه که تو دوست داری تصاحب بشی، نه عشقی که دوست داری تصاحب بکنی. چرا زبیر به پیغمبر اکرم برگشت گفت چرا به ما نگاه نمی کنی؟ اینقدر علی ابن ابی طالب رو تحویل میگیره. شما میخوای پیغمبر اکرم تصاحب کنی؟ حالا ما اون شبی که این بحثو کردیم، یادتونه شبای بین شبای قدر بود، نمیخواستیم شما رو واقعا اذیت کنیم. شبای قدر بود و اینا خیلی بحث ولایت و اینا هم بود، حساس بود، شما مهمون بودی اینا، دیگه اصلا نخواستیم رو کم کنی برخورد کنیم. ولی ما میخوایم رو کم کنی برخورد بکنیم، اینجوری برخورد میکنیم. میگیم که شما اگه یه معلمی داشته باشی، معلم بین شاگردای کلاس تبعیض قائل باشه، ناراحت نمیشی؟ بگو بله. بگو بله دیگه، تبعیض ناراحت میشه دیگه. حالا اگه این معلم پیغمبر باشه، تبعیض قائل باشه، چی؟ نباید ناراحت بشی. آقا آدم ناراحت میشه. ببین معلم و تو لازم نیست عاشقش بشی، عبدش بشی، براش بمیری. ولی پیغمبر رو باید عاشقش بشی، عبدش بشی، براش بمیری. لذا پیغمبر اکرم مجاز به تو نگاه نکنه، به علی نگاه بکنه، بگه علی جانم. وقتی ای هرست در بیاد میشی زبیر. یا خیلی خلاصه سا دیگه داریم رد میشیم بریم. چقدر وقت گذشت. بریم جلوتر. رسیدیم به عشق و محبت. گفتیم پس محبت در جریان مبارزه با هوای نفس اینجوریه. هر چی تو هوای نفس تو بزنی اهل عشق میشی. کدوم عشق؟ عشقی که دوست داری تصاحب بشی توسط محبوب. آخرین حرف دیشب چی بود؟ آقا شما متوجه شدید ما دیشب اینجا یک انفجار اتمی داشتیم؟ متوجه شدید دیگه؟ یه چیزی رو معرفی کردیم تو کته هیچکی نمیره، مگر کسانی که تو بحث تنها مسیر اومده باشن یا اینجور مطالعات خودشون داشته باشن و با حکمت و نورانیت خودشون یه حرفا رو فهمیده باشن. بگو عزیز من دیشب بحث چی بود؟ گفتیم که یه محبتی هست به نام محبتی که تولید میشه در دل فردی که هم مجبوره هم محبه. این محبت یه محبت فوق‌العاده استثنائیه. کسی که تو رو مجبور میکنه عاشقشی. چه محبت با صفاییه با محبتی که توش من هست چقدر فرق میکنه؟
تو اصلا کسی چهار تا دستورت بده بدت میاد ازش. اون محبتی که دوست داری تصاحب بشی چجوری شدید میشه؟ هرچی بیشتر مجبورت کنه، هرچی بیشتر جوابتو نده. هرچی میشه خدا کاری براش نداشت. شب عید فطر یه چشمه یه پر قبا بزنه اونور هورول این نشونتون بده، کیف میکردی، میگفت اصلا دیگه تا آخر همشو روزه میگیرم. بابا خیلی مشتی هستی، خدا چقدر حال میدی به خدا. اصلا من نمیدونستم به خدا اینجوری، اصلا میری اصلا میری از اولیا خدا میشی، ولی میبینی که رخ نشون نمیده. خدایا پذیرفتی؟ نپذیرفتی؟ پذیرفتی نه؟ نکنه نپذیرفتی؟ بالاخره پذیرفتی نپذیرفتی؟ حالا این آهنگ رو من گذاشتم روشا، حالا او همینم نمیگه، اصلا تو نمیفهمی سوالتو شنید یا نشنید. هجور نگاه میکنه خدایا بابا ایشون اومدن روایت خوندن امشب خیلی میبسن، خب تو خودت نشون بده، برات کاری نداره که. اگر به این خدایی که جواب نمیده عاشق بشی یا آدم خودخواهی نیستی. آفرین، مبارزه با هوای نفس کردی، پاک شدی از منیت. یه ذره منیت داشته باشی قور میزنی بابا چه خبره، این همه کشتیم خودمونو، یه آی یه اوی یه های یه چیزی خبری آخه. تا اینجا رسیدیم درسته؟ حالا چیکار کنیم در مدیریت کردن مبارزه با هوای نفس؟ چند تا قاعده عملیاتی بگیم. مبارزه با هوای نفس دو بخش دارد. دو بخشش را در این روایت ببینید. از فردا خواستید مبارزه با هوای نفس کنید، این دو بخش را در کنار همدیگه انجام بدید. دیگه راه‌های عملی مبارزه با هوای نفسها. یه چشمه راه‌های عملی، انشالله بقیهش بعدن. امام صادق علیه السلام در وصیتشون به عبدالله ابن جندب فرمودن به حق اقول لکم، من به حق به شما میگویم، انکم لا تصیبون ما تریدون، نمیرسید به اون چیزی که میخواید. خب شیعه امام صادق چی میخواد؟ لقاء الله میخواد. یه آخرشو میگیم دیگه، لا تصیبون ما تریدون، نمیرسید به اون چیزی که میخواید، الا به ترک ما تشتهون، به ترک چیزایی که اشتها دارید، شهوت دارید، هوای نفس به تعبیری، ولا تنالون ما تأملون، به چیزایی که آرزو دارید نمیرسید، الا به صبر علی ما تکرهون. یکی ترک شهوت، یکی صبر در ناملایمات. دوتاست، با دوتا بال آدم پرواز میکنه. بلا اومد صبر، هوس اومد ترک. این با همه حله. چند تا بچه مذهبی میشناسی که حاضر ترک گناه کنه ولی حاضر نیست صبر کنه در بلا؟ آدمایی هم هستن که صبر در بلا حاضرن بکنن، ترک گناه حاضر نیستن بکنن. این دوتا با همه حل شد. آقا از حاج آقای دولابی میپرسیدن که آقا به ما دستورالعمل بده، ایشون فرمود دستورالعمل نمیخواد، میخواستن عارف بشن. بعضیا دستورالعمل به ما بده، میفرمودن که دستورالعمل نمیخواد، برو راضی باش. چون مردم معمولا رضایت رو کم دارن. نماز که میخونی چهار تا کار خوب که انجام میدی، همونا بسته، یکم هم رضایت چاشنیش بکنی دو تا بال پیدا میکنی. بال پیدا کردی بالاخره از زمین میکنی. یه نوحه دم بگم جواب بدین. خدایا راضیم شکر. جواب نمیدی، ولی فکر کن تا فردا صبح ببین بالاخره میتونی جواب بدی یا نه. روز عید فطر روز شکره. خدایا راضی ام شکر. این عطای دلت بگو. خب این یک روایت. یه روایت دیگه، هر کی میخواد مبارزه با هوای نفس بکنه در هر دو بخش
صبرم مبارزه با هوای نفس دیگه. گاهی آدم نق نمیزنه تو خودش، این میشه مبارزه با هوای نفس. گاهی آدم مشکل داره لبخند میزنه، هم پیش خودش هم پیش خدا، این یعنی مبارزه با هوای نفس. الان اونایی که مشکل دارن یه لبخند بزنن، یه لبخند عمیقا عمیق، یه لبخند بزنن. اونایی که لبخند نمیزنن مشکل ندارن الحمدلله. خب این خودش یعنی مبارزه با هوای نفس. به یکی میگفتم حرف قشنگی زد، گفت آخه نمیشه که، باید کمی عقل کنم خدا بفهمه من دردم اومد. گفتم بابا خدا خیلی بیشتر تو میفهمه، تو وقتی لبخند میزنی خودشو میکشه برات، میگه نگاه کن بنده منو، من میدونم یه الان دقیقا چقدر داره زجر میکشه، همچنان داره لبخند میزنه، میگه خدا چیزی نیست، نه مشکل نداره. سه چهار شب ما تو این بحثا روزمون شد، روزه علی اصغر ابو عبدالله الحسین، که امام حسین خون علی اصغر رو بالا میریخ، میگه خدا مشکل ندارم، حله، من تحمل میکنم، هون علی ما نزل بی انه بعین الله، تو داری میبینی من صبر میکنم. راضیتن مرضیه به این میگن. من اراد اصلاح حاله و سلامت نفسه فلیجعل دعبه مجاهدت النفس عند کل حال. کسی میخواد حالش اصلاح بشه، نفسش سلامت بشه، فلیجعل، باید قرار بده دعب خودشو. دعب یعنی چی؟ اصلا عادتشه، بناش اینه، برنامش اینه. شما امروز چند تا مبارزه با هوای نفس کردی؟ والا جا پیش نیومد. چی پیش نیومد؟ چی پیش نیومد؟ اون روایت مؤمن 70 بار در روز میمیره در اثر مجاهده با هوای نفس رو یادت بیار. فرمود آدم ها همه عمرشون یه بار میمیرن، مؤمن روزی 70 بار جان میده در مبارزه با هوای نفس. سختی تحمل میکنه. حالا نمیخواد افراد کنید، فردا بگید نه من میخوام نمیدونم چیکار کنم فلان اینا. نه، برنامه سبک باید باشه. دیگه نمیرسیم امشب به برنامه. ولی دعبت باید باشه. سرگرمیت باید این باشه. و الا خوردی. من دارم بهت میگم قرارمون روز قیامت. نفس یک پدست سوخته یه تو نمیدونیش. یه چیز عجیب غریبیه. حالا الان یه روایت دیگه براتون بخونم. پرسید امام صادق اینا طریق الراحه، راه رسیدن به راحتی چیه؟ فرمود فی خلاف الهوا، مخالفت با هوا. فمتا یجد عبد الراحه، کی انسان به راحتی میرسه، کی عبد به راحتی میرسه. حضرت فرمودن مسیر مخالفت با هواست. فرمود عند اول یوم یسیر و فی الجنه، روز اولی که وارد بهشت میشه. در یه روایت دیگه هست مؤمن یه صفت بدش باهاش درگیر میشه، این صفت رو مبارزه میکنه، تا موفق میشه صفت بعدی بدش میاد جلو چشمش. حالا اینو بزن همینجوری. هیچ وقت کسی نگه من این دوره رو، کنکور که نیست که یه فشار کنکور رو تموم کنی دقیقه دفعه به خود بگی تموم میشه، تموم میشه میریم پارک. نه، وقتی رفتی پارک، پارکت همون پارکیه که توش مرده ها رو دفن میکنن. بعد از مبارزه با هوای نفس انشالله تشییع جنازه بهش زهرا میبینمت، درسته؟ انشالله بعد 100 سال رنگتون نپره. امشب شب جشن، کسی تصمیم نمیگیرن بکشن. آقا پس یکی دعبت باید این باشه. اولین روایت برای دستورالعمل ها چی بود؟ تو دو تا زمینه مبارزه با هوای نفس، سختی ها، شهوات. دومین سفارش چی بود؟ دعبت باید این باشه. سومیش چی بود؟ دائمیه با ایش تموم نمیشه ها. یه پیرمرد عارفی رو ببینی بگی خب این الحمدلله ببین دیگه همه کاراشو کرده، الان دیگه افتاده رو دور. چی افتاده رو دور عزیز من؟ خدا میدونه الان داره چه پدری ازش در میاره. چی رو افتاده رو دار. روزه‌هاش هم قبلا با هم خوندیم، مربوط به مدینه بود، فقط اشاره میکنم، جرئت نمیکنم همش رو بگم. خب اینم یه نکته، یه مژده هم میخواستم بدم. ببینه خیلی دارم براتون میسوزه، اینقدر اذیتتون کردم، بذارید دوستان من یه کمی تلاش بکنید، یه کمی فعالیت بکنید،
درگیری خودتون رو غالبا مبارزه با هوای نفس قرار بدین، خدا باهاتون چیکار میکنه. اذا علم تو، خداوند متعال میفرماید، پیامبر گرامی اسلام فرموده است، خدا میفرماید اذا علم تو ان الغالب على عبدی، اون چیزی که غالب بر عبد من هست، اشتغال بی، بیشتر مشغول منه، من ببینم اینو، نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، شهوتشو میندازم توی دعا و مناجات. بعد میفرماد وقتی که اینجوری بشه، اینا قهرمانای حقیقی هن، اولائک الابطال حقا، اینا کسانی هستن که من اگه بخوام یه قومی رو نابود کنم ببینم اینا میگن نه، میگن باشه حرف تو قبول، آقا قبول، گوش کردیم. خب یه دعا کنم، همه آمین بگید. و جعلنا من الذین اشتغلوا بالذکر عن الشهوات، خدای ما رو جزو کسانی قرار بده که به ذکر تو مشغول شدن، از شهوتها غافل شدن. یعنی ذکر جای شهوتو میگیره. ذکر یادت نره، ذکر شیرینی داره، انشالله شیرینی شو. اینم آخرین روایت تقدیم کنم دیگه، هدیه ویژه سراشپزه که دیگه یه جمع‌بندی نهایی باشه. این روایت رو من میگم به شما از چه کسی است، شما ببینم چقدر فریاد قریب شادی سر میدی. این روایت نقل شده از پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. احساساتتون هم کنترل کنید وقتی این روایت رو میخونم. یه نفر اومد به نام مجاشه، این میچسبه به شما این روایت، شما که یک ماه با این بحث مبارزه با هوای نفس کلنجار رفتید، این امشب میچسبه. مجاشه اومد گفت یا رسول الله، کیفت طریق الی معرفت الحق، چجوری من میتونم به معرفت حق برسم؟ فقال معرفت النفس، با معرفت نفس، من عرف نفسه فقط عرف رب. یا رسول الله فکیفت طریق و الى موافقت الحق، من چجوری میتونم با حق موافق باشم؟ فرمود قال مخالفت النفس، با مخالفت نفس موافق حق میشین. هر جا دیدید با حق موافق نبودید، یه جاهایی به نفست حال دادی. و کیف طریق الى موافقت الحق، قال مخالفت النفس. و کیف طریق الى رضا الحق، من چجوری به رضای حق برسم؟ قال سخط النفس، خودتو ناراحت کن، خدا را خودت راضی کن. فکیف طریق الى وصل الحق، من چجوری میتونم به وصال حق برسم؟ قال هجر النفس، از خودت هجرت کن به خدا برس. فکیف طریق الى طاعت الحق، من چجوری به طاعت حق برسم؟ قال عصیان النفس، معصیت خودتو بکن، حرفشو گوش نده، امر کرد به تو بهش بگو غلط کردی که حرف زدی، به طاعت حق میست. فکیف طریق الى ذکر الحق، بحث دیشب و یادت بیار، چجوری من به ذکر حق بپردازم؟ جوابو بگیر. اینجا معلوم میشه امشب شب عید فطرها. قال نسیان و نفس، فراموش بکن نفس تو، من اینا رو میخوام، من اینا رو میخوام، بگو بی خود میخوام، مثلا دیگه اینقدر بهت فکر نمی کنم، یادم رفته چی میخوای، مورد شروع تو برم، تو هم آدمی، مثلا فکرشو اصلا به تو فکر نمی کنم، خودتو فراموش کن تا خدا رو به یاد بیاری. چی میفرماید رسول خدا؟ فکیف طریق الی قرب الحق، چجوری میتونم به حق مقرب بشم؟ قال التباعد من النفس، دور شدن از نفس و انانیت. فکیف طریق الی انس الحق، من چجوری میتونم با حق انس بگیرم؟ قال الوحشت من النفس،
هر موقع از نفست، انانیتت، هوای نفست وحشت کردی، مسمس نکردی کنارش، نیگرش نداشتی تو بغل خودت، دلچسب برات نبود، انس پیدا میکنی به خدا. طرف خسته شد، روش کم شد فکر کنم، یه هر چی گفت همین مخالفت با هوای نفس و که راه معرفت نفس قرار داد به تعابیر مختلف پیامبر گرامی اسلام. فکیف طریق الی ذلک، همه اینا رو من چجوری برم؟ قال الاستعانه بالحق علی النفس، از خدا علیه نفس خودت کمک بگیر. از فردا خدایا کمکمون کن علیه نفس خودمون. خدایا ما رو از فردا، از امشب علیه نفس امارمون کمک کن. خدایا خواهش میکنم ما رو کمک کن. خدایا میگم با زبون خوش میگم، ما رو کمک کن. خدایا کمک کن. با زبون خوش میگم کمک کن. اگه کمک نکنی چیکار میکنی؟ اگه من کمک نکنم چیکار میکنی؟ آخر دعای کمیل فرمود و سلاح و حل بکا، کمک کن. گریه میکنم جونم به امیر المومنین که میدونه گریهش پیش خدا چه ارزشی داره. به خدا اگر امیر المومنین گریه میکرد اون وقتی که طناب به گردنش بسته بودند و میکشیدند تو کوچه های مدینه، گریه نه، یه ناله میزد. نابود شده بودن همه. این هم روزه امشب ما. نه تنها این کار رو نکرد، فاطمه زهرا خواست نفرین کنه، صدا زد سلمان برو بگو، برو بگو فاطمه نفرین نکنه.